ولی من دارم میگم چرا آدم باید وطنش ول کنه، امترین کشور خاورمیانه رو ول کنه بره واسه آتیش؟ اگه قرار باشه اتفاق بیافته آدم همین علی آباد میره زیر ترلی. اصلا نگران نباشین، استانبولش خبر ما رحیم. سریع اون کاری رو که گفتم بریم بیرون انجام بدیم، برگردیم خودم سالن هستم. سریع. کدوم کار؟ شما نمیخواستین کاری انجام بدین؟ جان دایی حالا خوب صبح تا شب میخوان اینه کش تومون درن، حالا میگن کدوم کار؟ بیای فکرامین اینجا نشستن شلوغه، بریم بیرون یه خورده خلوت کنیم. سریع خود بیرون میرم. خسته نباشید. شوهای خوبی انا، یه خورده کمهوشم. رحمت جان از من ناراحت نشی، ولی من میگم اینا میدونی به چه درد میخورن؟ که اینا رو بزنی سر چوب، این کنجای سقف است، این جایی که دست آدم نمیرسه، تارنگ کبود میبنده، اینجاها رو با اینا قشنگ گردگیری کنه. رحمت جان، دایی جان، بگو ما چی کار کنیم؟ چه رویی هستیم ما؟ الان با هم میریم، چه جوریه؟ برنامه چیه؟ الو، دایی جان عزیزان، من با این وضعیتی که دارم میبینم دست دل خودم هم میلرزه. شما حساب کن خدای نکرده برداریم شما رو ببریم اونجا به خاطر چهار تا دیگه لباس و تیشرت خطی خشی چیزی رو شما بیفته، کی پاسخگوه اینجا؟ بعد میگم نقی جان؟ عالی داری میگی، بسیار عالی داری میگی. اصلا من دارم میگم که یکی دیگه میخواد سود بکنه، یکی دیگه میخواد پول در بیاره، گردن کلف بکنه. چرا آدم باید فرق فامیلش دوستش بده دم گلوله؟ با طرف اگه میومد یه پولی به شما میداد یه چیز، یعنی دستمزد بده؟ بله. آقا شما الان نگاه کن، یه تیشرت، تیشرت وزنش چقدره؟ 250 گرم. بیشتره؟ بیشتر نیست. 250 گرم. 100 تومن میخره، 110 تومن میفروشه. ها؟ چند نفری شما؟ نفری 30 کیلو. ببین مردی چقدر سود میکنه. آقا، ما میخوام یه دکترت بریم دوره هم تفریح، پولش هم که مهم نیست. آقا، دایی جان شما داری میگی تفریح، ببخشینا، الان همه جمعی همه خودمونی هستیم، من دارم میگم وای نه اصلا این غلطا نمیکردم. شما یه مهمونی میخوای بری؟ چند بار میری دستشویی فس فس؟ خب اونجا میخوای چه کار کنی؟ توی چهار پنج روز؟ یعنی به این قرص و شربت و اینجا چیزا هم گیر میدن؟ آقا آیچک میدونی چیه؟ نه دیگه مشکل. آیچک ببین دوربین میندازن چشم شما رو تماشا میکنن، قشنگ نگاه میکنن، اون وقت اگه ببینن خدای نکرده شما یه مشکلی داری یه دنه میزنن بند گوشت داغ میکنن، قپونی میزنن ور میدارن میبرن. مگه نشون میده؟ نشون میده، مقدار عمل، وزنش، نوعش، جنسش، همه رو نشون میده. دیجیتاله دیگه. خدا شکر که ما این مشکلات نداریم. آقا شما داری میگه این من این مشکلات ندارم؟ سفیر روسیه این مشکلات داشت؟ این مشکلات نداشت، جلوی تلویزیون درغی زدن انداختنش. بفرما، الان به خاطر کودتا اوضاع بسیارم وخیمتر شده. رحمت جان اصلا من احتمال میدم هر لحظه اونجا یه کودتای دیگه بشه. راست میگی نقی؟ والا اینا بدجور ترکیه یا کودتای، یا پخ کنی اینا کودتا میکنن. خیلی هم بمبی ان. من اینو به شما بگم، 3 تا بمبی اون میذارن تو فرودگاه، یکی رو کش میکنن، 2 تا میره رو هوا. باز اگه شما رو بیمه کرده بود یه چیزی، آدم میگفت خدای نکنه اتفاقی بیفته، یه پولی دست زن بچه شما رو میگیره. ولی آخه اینجوری اگه قاشق رد از شما بگیرن، یه دونه بخوابونن بیخریش شما، شما رو بندازن هولفتونی، همین مردی که جنس داده دست شما میاد بگه این کمپوت سیب مال شما؟ نه خدا پدرت بیامرز. رحمت جان اینجا توالت کجاست؟ بالا. بدو بله داداش، نوکرتم. آره دیگه آقا، من شما رو تو اونجا عرض کردم، همونجا برای من مسیج بذاری من نوکرت میشم. جان ما بدون حرف 20 روز دیگه اونجا هستیم. بله آقا، فقط خیالمون راحت دیگه. من نوکرتم. نه آقا من جسارت نکردم. بله میدونم. بله آقا افشین تعریف شما رو خیلی کرده. بله من گفتم چون 2 نفر دیگه همراه منم، یه مقداری نگرانم که بشه نشه. آقا امکان نداره نجه، من نوکرتم. چشم من رسیدم، تماس میگیرم داداش. بله ایداری نوکرتم. خدا چی شده؟ چی میگه؟ آقا میگه دستتون رو بذارین تو دست من، رسیدین 48 ساعت بعد آتن، 2 روز بعدم اروپا. تازه گفت اتریش هم پناهنده میگیره دیگه، حالا خودتون هر جا دوست داشتین. آقا این مردی اطمینانی نبر اونجا وسط دریا ما رو ول کنه. داداش افشین برده که من اطمینان کردم، حالا بذار ما رو تا اونور ببره، قاطی سوریه ها میشیم میریم دیگه. این همه آدم رفتن اومدن، حالا 4 نفر هم شنا بلد نبودن غرق شدن. بد نره. آقا فقط یه چیزی، رسیدین اونجا دلق بازی در نیارینا، نه ترسین پاتون شورشه. نه داداش خیالت راحت، ما همینجوری باهاتیم، مرگ با شیون یه با. ای خدا پوله رو چیکار کنیم؟ اونجا تو کم 4 تا کله اسلام میکنیم، کل پول گیرمون میاد. بابا این وره نمیگم، اون وره میگم. اون وره که پولش به دلاره، بدبختیش اینه که این وره قاچاقچی پول میخواد، پولش هم نقد میخواد.
دیگه هرچی داریم نریم و پولش کنیم دیگه، مجبوریم. حالا از هر کی هم میتونیم دستی پول میگیریم، به محض این نمره رسیدیم پول مول گیریم اومد بهش برمیگردیم. آقا میدونی من چی میگفت؟ میگفت اگر بتونید مثلا یه مردکی جور کنید که تو ایران جونتون در خطره، خیلی سری پناهندگی میدن. تو عکس دایی تو با پنجلی بری اونجا بگی من تو ایران با اینا زندگی میکنم، در جا بهت پناهندگی رو میدن. آره میگه تو از بین اینا بیا بیرون حیفی. آقا بخو بخو. او او یادگاره صبح من رنگ غروبه، لحظه های با تو بودن ها چه خوبه. نرو از پیشم نرو نزار آقا. یعنی چی آخه اینا که تا دیشب لعله میزنن سرکله میشکنن که بیان ترکیه، الان چجوری کنسل کردن اینا؟ اصلا نمیدونم اخبار راجع به ترکیه چی گفت، همه اینا اومدن پاساشون رو گرفتن رفتن. آقا بابا غلط بیجا کردن اینا، من حساب باز کردم رو حرفشون. اونور بلیط هواپیما رزرو کردم، اونور رجا بدبخت هتل رزرو کرده، بارو گذاشتن اونجا آماده است. مگه میشه یک خبری از شبکه خبر پخش بشه اینا همه کنسل کنن؟ خوشحالش فامیلای خودتونم به من چه ربطی داره؟ تازه من چند بار اومد دهنم برگردم بگم که بار مال ارسطو، گفتم شاید تو خوشت نیاد، دیگه منم هیچی نگفتم. آقا ولکن 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 آقا ولکن، میتونی یه 5 نفر جور کنی 10 نفر بشیم بریم ترکیه؟ من نوکر سه روزه بریم برمیگردیم دیگه. نفرش جوره داداش، فقط تو آخر شیطون پیاده بشی. آقا اسم نقی معمولی نیاد، تو رو خدا من ناراحت میشم. داداش یه لحظه اجازه بده، چرا داری لجبازی میکنی؟ بابا جون من رفتی ماشین خریدی، بارت مونده اونور، اینور چک دادی، مردی هر لحظه امکان داره بره پشت باجه چک برگشت بزنه جلب تو رو بگیره. و لجبازی نکن دیگه. آقا من اگه بخوام آدم بیارم که همین الان یه سوت بزنم وسط بازار، 10 نفر چمدون به دست آماده است. حالا حتما 10 نفر بلند میشم میام، ولی انقدر 10 نفر تابلو هستن که برسن فرودگاه چمدونشون جیگر زلیخا میکنن. مبینا ستایش بله. اینا رو بگیر، اینا رو بزن سر جاش. خانم عطایی یه اسپرسو بیار، یه دونه اسپرسو یه نسکافه اسپرسو، دو تا اسپرسو بیار. آقا ما چه گناهی کردیم؟ آقا من نمیخوام با این بشر رو در رو بشم. هی داری میگی تو من با این بشر نمیخوام رو در رو بشم. آقا رو در رو نشو، کی گفته رو در رو بشی با این بشر؟ تو اصلا تو اون سر هواپیما بلیط بگیر، هتل تو یه جای دیگه بگیر، صبح تا شب که میری دنبال کار زندگی، نقی هم که صبح تا شب میره کلاس داوری، خانواده رو ما هندل میکنم دیگه. مبینا این اسپرسو چی شد؟ خدایا آدم پسر خاله شمر ابن زلجوشان بشه بهتر از اینکه پسر خاله نقی معمولی علی آباد بشه. خدا اوکیه. من نوکرت داداش، اینا پاسپورتاشونه، بیزمه شماره پاسپورت رو زودتر بده این خانواده رو بوک کنم. تو همه این کار رو میکنی ولی این نقی معمولی که من میشناسم دوتا دخترش و این بچه سرمون نمیده. این خط اینم نشون فدایت بشم من. اوکی تا اسپرسو آماده بشه من یه کاری دارم بیرو الان برمیگردم. مبینا ستایش پیرن رو تن مانکن کردین؟ نه ای خدا ای فنون 500 حقوق میگیرن همینجور راست راست را میرن دوزم میاد مغازه رو میزنه.